من به احترام وقت و حوصله شما این گفتگوی امروز رو با یک رویداد خیلی بی‌نظیر در تاریخ ایران و یک پرسش که تمام گفتگوی امروز بر محور اون دور خواهد زد شروع می‌کنم. رویداد انتشار نامه‌های مبادله شده است بین سیمین دانشور و جلال آل احمد که هر دو از سرشناس‌ترین نویسنده‌های ایران هستند و پرسش اینه که آیا ارتباطی بین این نامه‌های خصوصی و فضای عمل اجتماعی این دو نویسنده و ویژگی‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی ما در دورانی که این دو نویسنده درش زندگی می‌کردند وجود داره یا نه؟ آیا ما می‌تونیم از طریق بررسی این نامه‌ها یک نوعی آسیب‌شناسی فرهنگی رو پیگیری بکنیم و از طریق برابر نهادن و مقایسه این نامه‌ها نه با انبوه مقاله‌ها و نوشته‌ها و رساله‌هایی که چه درباره سیمین دانشور، چه درباره آل احمد و چه درباره دورانی که این دو درش زندگی می‌کردند، بلکه از راه برابر نهادن این نامه‌ها با رساله‌ها، مقاله‌ها و داستان‌هایی که خود این دو نویسنده نوشتند. آیا ما می‌تونیم ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ایران رو در اون دوران و شاید در دوران خودمون پیدا بکنیم؟ بنابراین در این گفتگو اشاره‌ای به مجموعه مقالات متعددی که در مورد این دو نویسنده هست نخواهد شد. اون چه که شما امروز ملاحظه خواهید کرد تکه‌هایی از این نامه هاست و تکه‌هایی از مقاله ها، رساله ها و نوشته های خود این دو نویسنده به خصوص جلال آل احمد. بعدیست که گفتگو رو با یک اشاره کوتاهی به زندگی این در واقع دو عاشق نامدار سرزمین ما و تاریخ معاصر آغاز بکنیم. این دو نفر همونطور که نوشته هاشون نشون میده و نوشته های دیگران درباره شون نشون میده هم خیلی عاشق هم بودن، هم خیلی عاشق زندگی و هم خیلی عاشق نوشتن درباره زندگی و نامدار شدن از طریق نوشتن. آل احمد در سال 1302 یا 1923 در تهران در یک خانواده کاملا مذهبی و مقید به سنن مذهبی و دینی به قول خودش به باغ وحش این عالم نزول اجرال میکنه و بعد از اینکه تحصیلات ابتداییش رو به پایان میرسونه دور از چشم پدرش که آرزوی دیدن این فرزند پسر رو در کسوت و جامعه روحانیت در سر داشته در مدرسه شبانه دارالفنون ثبت نام میکنه و در اونجا هست که با افکار کسروی و اندیشه های چپ که ویژگی کلی اون دوران هست آشنا میشه. محازا در سال 1923 به اصرار پدرش برای ادامه تحصیلات دینی به نجف میره. همونطوری که میشه حد زد اقامتش در نجف چند ماهی بیشتر به طول نمیکشه و وقتی برمیگرده نه تنها از سنن دینی و معتقدات مذهبی روی گردان میشه بلکه عضویت حزب توده رو میپذیره و به خاطر اینکه اولا شخصیت خیلی نافذی داشته و سخنگوی خیلی ماهری بوده بعد از چند سال با عضویت کمیته مرکزی حزبی تهران در میاد. این دوران سرسپردگی آل احمد به این روایت استالینیستی مارکسیسم هم مقدار زیادی طول نمی کشه. بعد از اختلافی که بر سر اشغال آذربایجان در درون حزب توده بین افراد شاخص حزب وجود میاد، آل احمد همراه با خلیل ملکی و عده دیگه از حزب انشعاب میکنه و
همراه با مظفر بقایی حزب زحمتکشان رو تشکیل میدم. در حزب زحمتکشان هم زیاد نمیمونه و همراه با خلیل ملکی نیروی سوم رو پایگذاری میکنه که ما در گفتار امروز یک مقداری راجع به دوران همکاری یا عملکرد آل احمد در نیروی سوم صحبت خواهیم کرد. بعد ولی از نیروی سوم هم کنارگیری میکنه، یک مدتی بیشتر به کار نوشتن و اینا مشغول میشه و عملا دیگه داخل حزب سیاسی و سرسپردگی ایدئولوژیک نیست. ولی با تحولاتی که در دهه 1960 میلادی در ایران اتفاق میفته، یعنی کودتای 28 مرداد و بعد اصلاحات ارضی و تمام اون تحولاتی که در اون سالها اتفاق میفته و به خصوص با از بین رفتن اون آزادی واقعا نپاینده‌ای که بعد از جنگ جهانی دوم به طور کوتاه در ایران واقعا یک نسیم خنکش می‌وزید، بعد از اینکه اون از بین میره، آل احمد به جای پیوستن به حزب‌های سیاسی شروع می‌کنه به تأمل در بنیان اندیشه‌های سیاسی. به همین جهت هم هست که کم کم این جوانه‌های فرضیه‌ای که به نام آل احمد محک خورده، یعنی مهر آل احمد بر اون هست، به نام غرب‌زدگی می‌پردازه و جزوه های اولیه غرب‌زدگی در کیهان ما منتشر میشه. البته کیهان رو توقیف میکنن، ولی جزوه ها به صورت فوتوکپی بین مردم دست به دست میگشته. آل احمد همونطور که میدونیم عمر خیلی کوتاهی میکنه و در 46 سالگی در سال 1968 میمیره. در قصه زندگی سیمین دانشور از این فراز و فرودا و از این تب و تاب هایی که زندگی آل احمد به ها شناخته شده اصلا نشانی نمیبینیم. سیمین دانشور برخلاف آل احمد در شیراز در یک خانواده‌ای که باز اگر که از قول آل احمد بخوایم صفتش رو بدیم، با اون چیزی که به اسم تحول و ترقی از غرب می آمده آشنا بوده. پدر سیمین دانشور یک پزشک سرشناسی در شیراز و مادرش کار نقاشی رو به طور حرفه‌ای دنبال میکنه. سیمین در مدرسه مهرآیین شیراز تحصیلات زبان انگلیسی بوده، تحصیلات ابتدایی و متوسطش رو انجام میده، بعد به تهران میاد، وارد دانشکده ادبیات میشه و تز دکتراش رو زیر نظر ولی الزمان فروزانفر به اسم جمال شناسی یا علم الجمال در ادبیات فارسی به پایان میرسه. دانشور آل احمد در سال 1327 یعنی 1948 در یک اتوبوسی که از شیراز به تهران می آمده با همدیگه آشنا می شن و علی رغم این خاستگاه اجتماعی و مذهبی کلن متفاوتی که داشتن، خیلی زود و خیلی زیاد عاشق می شن و علی رغم مخالفت خانواده آل احمد به دلیل مکشوف بودن سیمین دانشور، اینا در سال 1330 ازدواج می کنن. مدت زیادی نمیگذره، همونطور که میدونیم هر دوشون به شهرت میرسن و سرشناس‌ترین زوج ادبی و اجتماعی و احتمالاً سیاسی تاریخ ایران میشن، تاریخ معاصر ایران. آل احمد با حضور مداوم و مکرر و پرشورش در صحنه اجتماع و سیاست و با رساله ها و مقاله ها و داستان هایی که می نویسه، به خصوص با انتشار غرب‌زدگی تبدیل میشه به اعتباری به شاخص‌ترین نماینده روشنفکری ایران در این دوران، به طوری که اگر به خصوص بخوایم بحث سنت و مدرنیته رو در ایران از نظر تاریخی دنبال بکنیم، میتونیم اون رو به دوره پیش از آل احمد و بعد از آل احمد تقسیم بکنیم. میدونیم که بسیاری از منادیان تجدد و مدرنیته در ایران در اون سالها همش آموختن ما رو از غرب توصیه میکردن. این آموختن هم به معنای آموختن شیوه های اجتماعی، شیوه های حکومت، شیوه های آموزش،
کل و تحولات صنعتی و علمی، ولی با آل احمد ما وارد مرحله ای از این تاریخ میشیم که روی گرداندن از غرب رو به ما توصیه میکنه. اون چیزی که در گذشته جنبه ایجابی داره با نظریات آل احمد جنبه سلبی به خودش میگیره. سیمین دانشوار هم همونطور که میدونیم یعنی یکی از سرشناسترین نویسنده های ایرانه، شاید سرشناسترین زن نویسنده ایران، زنی که اولین داستان بلندی که می نویسه سووشون تا سالیان درازی در صدر رمان های پرفروش فارسی قرار داره. نخستین زن نویسنده‌ای هست سیمین دانشور که داستان تاریخی می نویسه، ولی برخلاف نویسنده های همروزگار خودش که یا در افسون گذشته باستانی ایران فرو رفته بودن و یا اگر میخواستن وارد مرحله اسلامی تاریخ ما بشن از دوره صفویه پاشون این برفر نمیذاشتن، سیمین دانشور تاریخ معاصر و رویدادهای اجتماعی و سیاسی و فکری معاصر رو در پس زمینه داستانهاش قرار میده و در نتیجه به یک توفیقی میرسه که باز در ادبیات ایران نمونه مشابه آشکاری نداره و اون رسیدن به توانایی نقد اندیشه های سیاسی و اجتماعی است در درون داستان. و از همه اینا شاید بنیانی تر در پیوند با گفتگوی امروز این هست که در تمام این سالهایی که سیمین دانشور در کنار آل احمد ایستاده و افت و خیز ها و تب و تاب ها و بالا رفتن پایین رفتن های آل احمد رو نظاره میکنه، نه تنها به اون تب دوچار نمیشه، نه تنها به هیچ ایدئولوژی و حزبی سرسپرده نمیشه، نه تنها عضویت هیچ حزبی رو نمیپذیره، بلکه مرتب و مداوم همچنان که در نامه ها میبینیم به آل احمد توصیه میکنه که از این تندروی ها و از این پیوستن ها و گسستن ها پرهیز بکنه. البته دانشور آل احمد در این حال در کانون اندیشه های سیاسی معاصر قرار دارن، در نتیجه داستان‌های دانشور هست که محل محک زدن، سنجیدن و به نقد گذاشتن اندیشه های معاصر میشه که کاملا مشخصات یک زن آشنا با تحول و با طرز لباس پوشیدن غربی رو شما در سیمین دانشور میبینید. همه اون چیزی رو که من عرض کردم در مورد زندگی اونها، سیمین دانشور در یک مصاحبه‌ای که با مجله الفبا میکنه خیلی فشرده و خیلی روشن همش رو بیان میکنه. میگه جلال البته ایدئولوژی داشت و دم به دم عوض میکرد. اول مذهبی بود، بعد توده‌ای شد، بعد انشعاب کرد، بعد رفت در نیروی سوم، بعد در جامعه سوسیالیست ها، آخر سر هم دوباره مذهبی شد. من این نوسانات را نداشتم. با این حال 23 سال آشنایی و عشق و ازدواج با جلال موهبتی بود و مرگش مصیبتی. حالا اگه ما بخوایم داستان این بندبازی های سرگیجه آور آل احمد رو از زبان خودش بشنویم، بعد نیست به نامه نگاه کنیم که آل احمد در شب جمعه 21 دی 1331 به دانشور می نویسه. آل احمد در نوشتن این نامه، زمان نوشتن این نامه 29 ساله است، برخلاف اون سالی که وارد مدرسه دارالفنون میشه که به گفته خودش سرش تراشیده بوده، انگشتر عقیق به دستش بوده و نماز جعفر طیارش ترک نمیشده. در موقع نوشتن این نامه همینطور که عکساش نشون میده موهاش بلند شده، انگشتر عقیق رو کنار گذاشته، خوندن نماز جعفر طیار رو هم ترک کرد. این نامه رو موقعی مینویسه که نخستین جلسه حزب نیروی سوم رو برگزار کرد. در ابتدای نامه برای سیمین دانشور که اون موقع در امریکا هست توضیح میده که تمام کارهای مربوط به برگزاری این جلسه رو خودش انجام داده، همه اطلاعیه ها و اعلامیه ها رو نوشته،
نوت‌های آدمایی رو که باید صحبت می‌کردن نوشته و یک نوت آنچنان پرشوری برای حسین مکی نوشته بوده که حسین مکی موقع خوندن هم خودش گریه می‌گیره، گریه می‌کنه و هم شنونده‌ها به گریه می‌افتند. و در افتتاح و اختتام جلسه هم سخنرانی کرده. این من این مقدمات رو از این نظر تکیه می‌کنم براش که تمام این اون چی که اون در اون حزب گذشته همه حاصل اقدامات تلاش‌های آل‌احمد. حالا شب برگشته خونه و داره برای سیمین دانشور نامه می‌نویسه. همینطور که ملاحظه می‌کنید این بخشی از اون نامه. این دکان هم راه افتاد و من دارم کم کم حس می‌کنم که یک چیز دیگر ساخته شده است و موقع آن خواهد رسید که دلم را بزند و برش کنم. مسخره نیست، درست مثل بچه‌هایی که با گل عروسک و خانه می‌سازند. در موقع ساختن آنها با هم دعوا می‌کنند ولی وقتی ساخته و پرداخته شد دلشان را می‌زنند یا ولشان می‌کنند و می‌روند یا با یک نوک پا خرابش می‌کنند. معامله من با سیاست و حزب معامله یک بچه است با اسباب‌بازی‌هایش، با خانه‌های گلی که می‌سازد و اون وقت خودش تعجب می‌کنه میگه این حماقت. حالا در نامه دیگه‌ای که به سیمین دانشور می‌نویسه مصالحی رو که برای ساختن این خونه‌های گلی یا این عروسک‌های گلی به کار می‌بره در اون نامه توضیح می‌ده. حزب فقط در صورت خواهد گرفت که ایمانی مشوق و معید آن باشد و هیچ ایمانی نمیتواند بدون سنت و عنعنات و بدون مذهب پا بر جا بیستد. خلاصه برای اینکه این دکان بگیرد طبق نقشه مشغول ساختن ایمان شد. تعجب نکن، ساختن ایمان هم مثل ساختن مذهب وسایل و ابزار کاری میخواهد. اگر ابزار کار مذهب معجزه، قداست، فداکاری، شهید و امثال این هاست، ایمان به یک حزب یا هر خراب شده دیگری هم عین همین ها را اگر داشته باشد میتواند راه بیفتد. این کارها را کردیم، آیه نازل کردیم، مردم را به کشتن دادیم، فداکاری و شهید به وجود آوردیم، سنت ساختیم، شمر و یزید و ابن ملجم و امام حسین آن را مشخص کردیم و من یک مرتبه متوجه شدم که ای بابا یک دگم دیگر به وجود آمده که نه تنها دیگران را ناراحت می کند گور پدر دیگران بلکه قبل از همه خود مرا ناراحت می کند. به هر حال این نامه ها در روزایی نوشته شده که جلال آل احمد و سیمین دانشور برای اولین بار از هم جدا زندگی می کنند. در سال 1331 سیمین دانشور برای یک استفاده از یک بورس فولبرایت برای مدت 10 ماه به امریکا میاد. از سپتامبر 1952 تا ژوئیه سال 1953، یعنی یک کمی قبل از 28 مرداد. کار دانشور و آل احمد در طول این مدت واقعا راندن توسن خیال در اون دنیای چراغان وصال که ساختن و فریادشون با آسمان بلنده از غم هجران و برای اینکه این غم هجران رو کمی تخفیف بدن به طور مرتب با هم برای هم نامه می نویسن. در بعضی از روزا تعداد نامه های نوشته شده، یعنی تعداد حرفایی که اینا باید برای هم دیگه بزنن از حوصله یک نامه بیشتر میشه و گاهی اوقات در یک روز بیشتر از 2 تا نامه می نویسن و به همدیگه قول دادن. یعنی آل احمدی که مکرر به سیمین دانشور در این نامه ها توصیه میکنه که باید از سیر تا پیاز زندگیت رو برای من بنویسی، همه غذاهایی که خوردی، همه آدمایی که دیدی، همه جاهایی که رفتی و همه حساب و فکرهایی که داشتی، اینا همه رو باید با من در من و تو مثل زوجهای معمولی نیستی، ما باید همه اون چیزی رو که در نهانخانه مغزمون میگذره بایستی با هم دیگه در میان بذاریم. این نامه ها همینطور که ملاحظه میکنید به طوری که نامه های دانشور به آل احمد یک جلد، این در 4 جلد منتشر شده در سال 2006 و از کارهای خیلی درخشان خانم دانشوره در سالهای پایانی عمرش که با انتشار این نامه ها موافقت کرده و این نامه ها با ویراستاری خیلی دقیق و سنجیده مسعود جعفری در سال 2006 منتشر شده. جلد اول این نامه ها نامه های دانشور به جلال آل احمد، جلد دوم و سوم
نامه های آل احمد هست در طول این سفر به دانشور و جلد چهارم این دو جلد پشت سر هم دیگر، چون آل احمد نامه های خیلی طولانی می نوشته و جلد چهارمش نامه هایی هست که وقتی که بعد از 10 سال آل احمد به امریکا میره، یک سفر امریکا و اسرائیل و دانشور از ایران خارج میشه، سفرهای کوتاهی داشتن، اون جلد چهارم مجموعه نامه هایی هست که در این سفرهای کوتاه برای هم دیگه نوشتن. در این فاصله 10 سالی که این جلد چهارم رو، یعنی این نامه های سری دوم نامه ها رو از سری اول نامه ها جدا میکنه، اتفاقات زیادی در صحنه فرهنگ و تاریخ و سیاست ایران افتاده. اولا 10 سال به سن آل احمد و دانشور اضافه شده، درنچه ناچار از اون تب و تاب اولیه دیگه خیلی خبری نیست و اوضاع سیاسی و اجتماعی هم به کلی دگرگون شده. یعنی 28 مرداد اتفاق افتاده، همینطور که عرض کردم اصلاحات ارضی، انقلاب سفید، و برای آل احمد یک واقعا هشداری برای اندیشیدن به بنیان نظریه های سیاسی. در این سالهاست که آل احمد اون گریزش رو از خانواده پدری، گریزش رو از سنت ها و آیین های مذهبی رفته رفته از یاد میبره، دوباره با آغوش سنت و مذهب پناه میبره و همچنان که میدونیم در کتاب غرب زدگی همه چیزهایی رو که از غرب میاد انکار میکنه. حالا برای اینکه ارتباط بین اون چیزی رو که در زندگی دانشور اتفاق افتاده، زندگی آل احمد، یعنی این گریز از خانواده، از سنت‌های مذهبی و دوباره بازگشتن به این سنت‌ها رو بتونیم پیوندش رو با اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی آل احمد بهتر ببینیم، بد نیست که به این نوشته خود آل احمد که در این نامه ها هست اشاره بکنیم. آل احمد خیلی هوشیارانه و هوشمندانه برای دانشور می نویسه که فرد و اجتماع از نظر من دو نقطه مقابل هم نیستن، بلکه مکمل هم دیگر. من اگر مرد باشم خودم را به صورت یک فرد هر چه بیشتر بیان کنم، اجتماع را که خروار این نمونه است بهتر بیان کردم و افراد دیگر را ایزن. این شاید یکی از یگانگی های شخصیت آل احمده و یکی از دلایلی که حضور آل احمد رو در صحنه اندیشه ایران واقعا تا سالها نگاه خواهد داشت و همیشه با اون پرسش های بسیاری پا میگیره. آل احمد فقط با دنیای بیرون کشتی نمیگیره، آل احمد به طور همزمان هم داره با دنیای درونش کشتی میگیره، هم با جهان بیرون گلاویزه و پرسش های زمان جوانی شخصیش رو که این میخواد بگونه هویت من چی هست، من از چه ساخته شدم، به خونه و تلویزیون و ماشین و اینا نیست، هویت من ایرانی بالاخره چی هست، این سوال ها رو میاد در سالهای میانسالی در یک بافت جمعی قرار میده و سرانجام در غرب زدگی و با اون زبان پرشوری که در رد اون چیزی که نمیپسنده به کار میگیره، میاره خودشو در مرکز یکی از هیاهو برانگیزترین پرسش های زمانه خودش قرار میده. به این ترتیب این نامه ها تنها قصه تب و تاب ها و سوز و گداز های این دو عاشق نامدار سرزمین ما نیست، بلکه به دلیل حضور آل احمد و دانشور در مرکز رویدادهای سیاسی و اجتماعی یک روایتی به دست میده از زندگی دست کم دو نسل از اندیشمندان و متفکران ما، روایتی که آل احمد در صمیمانه ترین لحظه های زندگیش نوشته و در واقع روایت اوست از شکل گیری و اوج و فرود نظریه های سیاسی. به این نکته باید یک چیز دیگر رو اضافه کرد که در نوشته های آل احمد هرگز از استنباط های شخصی جدا نیست و از همه مهمتر آل احمد هرگز نمی نویسه مگر اینکه داوری کنه و قضاوت کنه. برای اینکه
اصلا برای آل احمد اصلا گزارش بدون داوری و قضاوت چه در نوشته های اجتماعی و سیاسی یعنی رساله ها و کتاب هاش و چه در نامه هاش اصلا معنا نداره. نمونه این برای که یک کمی واقعا جدا از اون مسائل مورد توجه قرار بگیره این داوری هست که در مورد خودکشی هدایت میکنه. شما ببینید این همه کتاب نانوشته شده در مورد دلایل خودکشی هدایت، هیچ کس مثل آل احمد این رو در اون سال به این مطلب گره نزده که تو اصلا میدونی چرا هدایت آن بلا رو سر خودش آورد. بزرگترین عامل روحی که باعث خرد شدن و نومید شدن هدایت بود همین شد که وقتی به پاریس رسید خیال میکرد تمام نویسنده های فرنگ از او استقبال خواهند کرد و دومش را توی بشقاب خواهند کرد و باد خواهند کرد، در صورتی که تنها عکس العمل ورود صادق به پاریس این بوده که هویدا نامی یکی از دوستان خبر ورود او را در سه صفحه داده در یک روزنامه متوسط هفتگی ادبی چاپ زدند، اونم در صفحات وسط و گم و گور و ریز. ولی این نامه ها امتیازش برای تحقیقات این هست که آل احمد با همون گشاد زبانی و گشاد دستی که رویدادهای جهان بیرون رو داوری و قضاوت میکنه، همون چیزی رو که در درون خودش میگذره، یعنی تمام پرده ها رو کنار میزنه و اون چیزایی که در اون تاریک خانه ذهن بسیاری از ما نهان نگه میداریم، آل احمد به روی دایره میرسه. این در کتاب‌هایش و نمونه‌هاش، کتاب این کتاب یک چاه و دو چاله و شهر احوالات، کتابی است که آل احمد زندگی نامه خودش رو می‌نویسه، بعد مدیر مدرسه است و بعد کتاب سنگی برگوری که بعد از مرگ آل احمد منتشر میشه. این نوشته بوده که این کتاب باید انتشارش موکول بشه به بعد از مرگ اون. در واقع ردپای بسیاری از رویدادهایی که داستانها و زندگی نامه های دانشور آل احمد بر محور اونا دور میزنه در این نامه ها قابل پیگیریه و واقعا حائز اهمیته که ما بدونیم که چه گودال عمیقی گفتار و زبان جویندگان و بخشندگان آزادی رو در سرزمین‌های مثل سرزمین ما از اون چیزی که در زندگی خودشون میگذره و در زندگی خصوصیشون میگذره جدا میکنه و معیارهایی که در ارزیابی کجتابی‌ها و کجروی‌های دیگران از هر رنگ و ملت و سرزمین به کار میگیرن چطوری در دروازه های رفتار و کردار خودشون از کار نیست. برای اینکه این نظام یک بام و دو هوایی ذهن آل احمد رو در داوری و ارزش گذاری ببینیم که این مشخصه آل احمد نیست و ما سپاسگزار آل احمدیم برای اینکه این اون چیزی رو که در ذهنش میگذره مینویسه و در نوشتنش همونطور که میبینید اینطوری با همون صراحتی که با نامش واقعا یکی هست اینو به روی کاغذ میده. این اول ببینیم که واقعا آل احمد چطوری اصولا ارتباط بین غم خودش، غم دیگران و غم جهانیان رو حس میکنه و به روی کاغذ میده. میگه من دلم به حال این بدبختی که در مجارستان تصفیه میشه یا در کره میمیره یا در روسیه توی زندان از پا میفته زجر میبرم. این را میتوانی بفهمی عزیز دلم؟ این را میگویند اومانیسم و به هر صورت این است درد بشریت امروز و من میخواهم این درد را در درون تا گور هم کنم. میخواهم از سر این درد فریادی بزنم. حالا ما میدونیم که آل احمد در سال 1947 کار معلمی رو آغاز میکنه، یعنی معلم دبستان میشه و در سال 1958 یعنی 11 سال بعد کتاب مدیر مدرسه رو می‌نویسه. این کتاب مدیر مدرسه واقعا اولا آدم ابتداعاً اول خیال میکنه که این که داستانه، بنابراین این معلم داستانیه و آل احمد در کتاب توضیح میده که
بعد از سالها معلمی دیگه واقعا حوصله‌اش از معلمی از الف به درس دادن سر رفته بوده، از سر کلاس رفتن حالش به هم می‌خورده و 150 تومن هم به کارگزینی رفته اونجا مایه گذاشته و تونسته که حکم اینو بگیره که در یک مدرسه‌ای در نزدیکی تهران، یک مدرسه دبستان، مدیر اون مدرسه بشه. واقعا چون باز از مشخصات آل احمد، این نثر زیبا و مؤثر و شتاب زده است. این نثر رو وقتی در بیان، در نشون دادن دست‌های سرمازده این بچه‌ها و چشماشون، چشمایی که قرمزه، گاهی از جیره کتکی که در خونه می‌خورن، گاهی از سوز سرما و گاهی از هر دوی اینا متورم و قرمز به مدرسه میان، نثر آل احمد در بیان اینا واقعا به اوج می‌رسه. این مدیر داستانی که آل احمد داستانش رو برای ما می‌نویسه، یه روزی میبینه که ناظم مدرسه یک ترکیب دست گرفته و داره بچه ها رو کتک میزن. میگه ناظم ترکیب به دست داشت و به نوبت کف دستشان میزن. به هر کدام دو تا چوب کف دستشان و از نو. بچه ها گریه میکردن. اما دستشان را هم دراز میکردن. عادتشان شده. یادم است نیم ساعتی برایش حرف زدم. پیرانه. و او جوان بود و زود میشد رامش کرد. بعد ازش خواستم که ترکه ها را بشکند و شکست و من رفتم سراغ اتاق خودم. و بعد چند صفحه بعد این مدیر داستانی خودش وارد صحنه کارزار میشه. ناظم گفت چطور از زنگ بزنیم و جلوی روی بچه ها عدرش کنیم. پسرک نرخری بود از کلاس پنجمی ها. جلوی روی بچه ها کشیدمش زیر مشت و نگم و بعد سه تا از ترکه ها را که فراش جدید فوری از باغ همسایه آورده بود به سر و صورتش خورد کردم. چنان وحشی شده بودم که اگر ترکه ها نمی رسید پسرک را کشته بودم. این همون مدیر مدرسه 5 سطح پیش و چند سطر بعد که وقتی برای سیمین دار وقتی که این رو می نویسه وقتی خونه عکس العمل دانشگاه چی بوده میگه زنم در را که باز کرد چشمهایش گرد شد. برای اینکه خیال نکند آدم کشتم زود قضایا را برایش گفتم و دیدم که درمان یعنی ساکت شد. و چند سال بعد که سیمین دانشگاه در یک مصاحبه‌ای به اون کسی که باهاش صحبت میکنه میگه که به جلال گفتم که تو که در این داستان به قصد کشت بچه را میزنی معلم که هست. اما این تنها روایتی نیست که ما از زبان خود آل احمد در مورد رفتارش به عنوان مدیر مدرسه و این دو قسمتی که بهش اشاره کردیم. باید سالها صبر کنیم تا آل احمد سنگی بر گوری رو بنویسه و گزارش عاطفی‌تری از زندگیش ارائه بده و راه پر افت و خیزی رو که از نظر خودش خیلی راه دردناکی بوده برای روبرو شدن با واقعیتی که برای آل احمد و مثل یک قول جلوه می کرده، یعنی واقعیتی که خودش به نام واقعیت ازش نام می بره، یعنی واقعیت بی فرزندی، سنگی برگوری روایت روبرو شدن آل احمد، کارایی که کرده، دکترایی رو که در ایران دیده، دکترایی رو که در اروپا به سراغشون رفته، جادو، جنبل و آب مردشورخونهی که به سر خانم دانشگاه ریخته، رفتن به مقبره دانیال نبی در شوش برای چلبوری و همه اینا و حتی خوردن روزی 40 سفیده زرده نطفه تخم مرغ که مادر آل احمد از خونه خودش براشون میپخته و آل احمد با اون نسلی که در بسیاری اوقات که باید خیلی غمگین باشه یک جنبه طنزآلود پیدا میکنه، میگه یه روزی چون خوردن این نطفه تخم مرغ خیلی سخت بود باهاش خالینه درست کردم و دادم به گربه خونمون، مطمئنم در سال آینده تعداد بچه هاش بیشتر خواهد شد. و اون وقت آل احمد یعنی این از این برزخ‌های زندگی عبور کرده. اون وقت همونجاست که باز دوباره این داستان رو به یاد میاره. میگه در همین حالات بود که دو نفر را به قصد کشت کتک زدند. یک بار شاگرد نرخر را وقتی مدیر مدرسه بودن. اما
داستان بار دومی که آل احمد زور بازوش رو امتحان میکنه به یک بعد از ظهر داغ تابستانی در تهران برمیگرده که یک شاگرد آهنگر روبروی خونه آل احمد داره جوشکاری میکنه. زمان رو درست در نظر بگیریم، ساعتی است که ساعت کار کارگر ساختمانی بعد از ظهر، و شاید برای اون کارگر ساختمانی اگه یک لیوان آب خنک بهش میدادن بهتر از این بود که آل احمد به این سراغش بره. میگه بار دیگر آهنگر روبروی خانمان را که بعد از ظهرها با سنباده برقیش روی مغز ما آهن میتراشید. یارو چنان نکره ای بود که خودم هم باورم نشد که زده باشمش. چه رسد به قاضی دادگاه که از دوستان بود و گمان میکرد که فقط از قلم من کاری ساخته است. از آن سربند بود که فهمیدم عجب باید محکم باشد این جمجمه آدمیزاد. با تمام کله زده بودم توی تمام صورتش. اما این نکته رو ببینید که نه شاهدی داشت، نه پرونده کامل بود و اصلا کی دیده بود که خیالم راحت شد. از قضا صاحب دوست دکان هم از ارادتمندان در آمده بود. این بود که پرونده به علت فقدان دلیل بسته شد. نشانه های این سردرگمی واقعا رفتاری و اخلاقی در نفرین زمین آل احمد هم در گوشه و کنارش چشم رو میزنه. نفرین زمین هم داستان معلم از شهر آمده ای هست که حضورش در ده درست مثل اون آسیاب موتوری که آل احمد گمان میکنه که زبان زمین رو به نفرین برگشوده، این نظم مستقر در ده رو به هم میزنه. ولی اتفاقی که در کتاب میفته با تمام دقتی که آل احمد در نشون دادن وضع کشاورزا و روابط بین اونها نشون میدن بسیاری از جاها یک سند بزرگ واقعا اجتماعیه، ولی کاری که این معلم مدرسه در اونجا میکنه دقیقا در مسیر کارهایی هست که استقرار بیبی مالک ده رو بیشتر میکنه و درست در کنار اون همون کارهایی که نهایتاً و این اتفاق واقعا من توصیه میکنم که حتما نفرین زمین رو بخونید تا ببینیم که این حضور این معلم چطوری به مرگ یک پیرزنی منجر میشه که رابطه آن معلم رو با عروسش که چون پسر این معلم از بین، پسر این مادر از بین رفته و عروس رو آن معلم بالاخره سیغه میکنه و اتفاقاتی که بعدش میفته خیلی واقعا خوندنی. اما همه اینا رو گفتیم، ولی برگردیم به اینکه آل احمد با این کشتی گرفتن همزمانش با دو دنیای درون و بیرون، با کلنجارهای بی امانش، با اون چیزی که در بیرون میگذشته و اون چیزی که دنیای درونش رو برمی آشفته، با درک دقیقش از بنیانی ترین پرسش زمانه و روزگارش، یعنی روبرو شدن فرهنگ ما به عنوان یک جامعه سنتی با یک با اون چیزی که از غرب می آمد، با آل احمد میگه به اسم تحول و ترقی از غرب می آمد. آل احمد با منعکس کردن اینها در برگ برگ کتاباش به گردن همه ما و بعد دادن روایتی مؤثرتر و صمیمانه تر از اون در نامه هاش واقعا به گردن فرهنگ ایران یک حق عظیم داره. ببینید که آل احمد با مشکل خودش و مشکل روزگارش به چه صورتی روبرو میشه. میگه مسئله اصلی این است که در تمام این مدت آدم دیگری از درون من فریاد دیگری داشته. فریاد سنت و تاریخ و آرزوها و همه مطابق شرع و عرف که پدرم بود و برادرم بود و دامادها هستند و همسایه ها و همکارهای فرهنگی و وزرا و هر کاسب و هر دهاتی و حتی شاه و همه هم شرعی و عرفی. راستش ادا رو که کنار بگذارم کنار و شهید نمایی را، میبینم که در تمام این مدت من بیشتر با مشکل حضور این مرد شرقی سنتی سر و کار داشتم تا با مسائل دیگر. خیلی هم دقیق دوتایی مثل جلو روی هم نشستن و مثل سگ و درویش مدام جر و منجر. باید به اندازه آل احمد دقیق و تیزبین بود.
که در این در افتادن با غرب و هشدار به مردم که نذارن که عقرب اون چیزی که از غرب میاد بتونه سمش رو وارد بدن اینا بکنه، باید به اندازه آل احمد تیزبین بود که فرو رفتن نیش عقرب رو در درون خودش به اون واقعا سوزندگی حس بکنه و اون رو به روی کاغذ بیاره و قدرت این رو داشته باشه که با این دوتا آدمی که در آن واحد در درونش جا خوش کردن در میفته و خودش رو بتونه به دو شخصیت تقسیم بکنه، شخصیتی که یک سطح ظاهری داره که در ظاهر غربی و متمدن و متجدد به نظر میاد و در درونش یک مرد شرقی با تمام رسوبات سنتی جا خوش کرده و بتونه با نوشتن همزمان درباره اینا دست کم در نوشته های خودش این پرده هایی رو که در درازنای قرون ظاهر و باطن ما رو از هم دیگه جدا نگه داشتن، از هم دیگه این پرده ها رو فرو بریزه، ما رو با اون چیزی که در نهانخانه ذهنش میگذره و اون همونطور که خودش اشاره میکنه نه تنها داستان زندگی اون بلکه ویژگی مشترک همروزگاران اونه آشنا بکنه و روایتی برای ما به دست بده که صمیمی‌ترین روایت گام‌های لرزان و ترسیده انسان ایرانی است در کوچه پس کوچه های جهان مدرن، گم شدناش، از بن‌بست ها سر در آوردناش، حس کردن تنهایی های بی امانی که نفسش رو به واقعا به لب میره، جانش رو به لب میرسونده و ازش سپاسگزار باشیم که با قرار دادن خودش در مرکز این پرسش بنیایی روزگارش یک آینه هم به دست ما داد که بتونیم کجیها و تاریکی‌های تاریخ خودمون و چهره خودمون رو در این آینه روشنی که آل احمد به دست داد ببینیم و از خوندن دقیق نوشته‌هاش واقعا غفلت نکنیم. خیلی متشکرم. من جلال چی هست؟ متکلم البحثه. بله. و سیمین ساکت. شما هیچ نقل قولی از نامه‌هایشون یا جلد اول نکردید؟ من از سلام خدمتون که پرداختن به این که در این دوران در درون دانشور چه تحولاتی صورت گرفته رو مکول میکنیم اگر فرصت بود به بخش سوال و جواب. حالا اگر جناب علی مایل هستید و خانم ها و آقایون واقعا موافق میتونیم به بخش سیمین دانشور بیشتر بپردازیم. بدون تردید سیمین دانشور در نامه ها که موضوع اصلی این بررسی امروز هست زیاد به مسائل سیاسی و اجتماعی اشاره نمی کنه. یعنی اونطوری که آل احمد، اونطور که شما نمونه ها رو می بینید، ما می تونیم از طریق این نامه ها تضادهای درونی آل احمد رو نشون بدیم. این در مورد سیمین دانشور شدنی است. ولی در مورد سیمین دانشور اتفاق بنیانی تری می افته و اون این هست که اگر شما سووشون رو که مشهورترین داستان سیمین دانشور هست جدا از همه زیبایی های کلامی و همه اینا اگر نگاه بکنیم از نظر سبک نوشتار اصلا شباهتی به نوشتن آل احمد نداره. یعنی نثر سیمین دانشور نثری از شاعرانه آرام و پر از تشریحات زیبا که با نثر تلگرافی و برنده آل احمد شباهتی نداره. اما فضای داستان فضای اندیشه های آل احمد. داستان بر محور شهادت که از مفاهیم کانونی اندیشه های آل احمد هست میگذره و بسیاری از منتقدین من جمله گلشیری و بسیاری دیگه به شباهت های بین یوسف که شوهر زری هست در سورشون با آل احمد اشاره کرد و فرو رفتن زری اصلا در صفحاتی که تا زمانی که شوهر زنده است یوسف زنده است زری در سایه اون زندگی میکنه و از دریچه چشمان اون به جهان نگاه میکنه. ولی
آل احمد در سال در 46 سالگی میمیره و سیمین دانشور درست دو برابر او سن میکنه. در سن 92 سالگی در سال 2012 از ایران میره. سیمین دانشور این فرصت رو میکنه به خاطر عمر درازش که تحقق نسبی اندیشه های سیاسی آل احمد رو در سرزمینش ببینه. شما اگر که جزیره سرگردانی سیمین دانشور رو مطالعه کرده باشید که یک قسمت اول یک تریلوژی هست که جزیره سرگردانی، ساربان سرگردان و کوه سرگردان که مثل اینکه کوه سرگردان دست نوشته هاش فعلا مفقوده، معلوم نیست که چی شده، ولی این دو جلد منتشر شد. این دو جلد به طور خلاصه یک دادگاهی است که سیمین دانشور برپا میکنه و در اون اندیشه های آل احمد و همفکران آل احمد رو در این دادگاه تاریخی به زیر نقد و سوال میکشه. تکنیکی به کار میبره درست خلاف تکنیک آل احمد. تکنیک آل احمد روبرو شدن مستقیم و داوری شتاب زده. خودش هم میبینید که عنوان یکی از کتاباشه، ارزیابی شتاب زده، تأمل و تحقیق، اندیشیدن به ریشه ها، به نتایج. اصولا خیلی در فکر آل احمد نمی گنجیه. دانشور کتاب جزیره سرگردانی رو عیناً مثل یه خونه دو طبقه درست میکنه. در طبقه بالای خونه آل احمد و خلیل ملکی و شریعتی و غلام حسین ساعدی و خیلی از اون بالای اون آدمایی که هر کدوم به صورتی در این گریز ما از غرب یا به هر حالت پیشنهاد یک نوع آلترناتیوی برای این برخورد، برای این پرسش زمانه اینا داشتن، در اون طبقه بالا زندگی میکنن. طبقه پایین مال شخصیت‌های داستانی، هستی و مراد و سلیم و یک عده دیگه. سیمین دانشور خودش هم به عنوان شخصیت داستانی در کتاب حضور داره و هم نویسنده داستان. در نتیجه مدام بین این دو طبقه در حرکته. اندیشه های اون بالایی ها رو که هیچ کدومشون هم دیگه زنده نیستن، در فکر و ذهن این شخصیت های داستانی طبقه دوم میکاره، بعد اینا رو میفرسته میرن تو صحنه اجتماع. همشون جز اشتباه کاری نمی کنن و جز از بیراهه از هیچ راهی سر نمی کنن. یعنی شما اگر که بخواییم دقیق ترین مؤثر ترین نقد رو بر اندیشه های آل احمد، بدون این که غرض‌ورزی که متاسفانه صفت بارز بسیاری از نقد هایی هست که در ایران نوشته میشه، یک طرف قضاوت کردن، ندیدن خوبی ها و چشم بستن به همه جوانب مثبت یک کار و فقط بزرگ کردن، اینا هیچ کدوم سیمین دانشور نمی کنه، بلکه اندیشه ها رو در به محک عمل میزنه و به محک تجربه تاریخی و دقیق‌ترین نقد رو از اندیشه های آل احمد و اصولا اندیشه های محوری و بنیانی روزگارش به کار میده. من واقعا این نقد کردن اندیشه های سیاسی در داستان رو، این گفته من نیست، منقدین خیلی سرشناسی که همه میشناسید، مثلا نمونه ادوار سعید، اینا معتقدن که اندیشه های فلسفی و سیاسی تا داستانی نشن و تا در قالب روابط عاطفی شخصیت های داستانی خودشون رو نشون ندن، اینا جا نمیافتن و خودی نمیشن و نمیتونن که بانی تحولات بنیانی بشن. زمانه رو در این زمان، در این مورد چگونه باید بکنید؟ ببینید آل احمد اگر 200 سال قبل از خودش زندگی میکرد از دقیقه سودهی نمیشون، یکی سودهی قضاوت جامعه فعلی ایران در مورد جلال آل احمد چیست؟ از نظر شما جامعه فعلی که همونطور که گفتیم اون آدم ها افکارشون در عمل پیاده شد و در فراوان هم اشتباه شد، به این قابل قبوله، ولی واقعا جامعه قضاوت خیلی جامعه یا به مورد آقل احمد قابل آمد شما افکاری داره؟ در مورد بخش اول سوال شما، من فکر میکنم که در مقدمه این صحبت بهش اشاره کردم که اصلا دلیل پرداختن به این نامه ها
پیدا کردن از این استفاده از این نامه هاست به عنوان یک سند و منبع قابل استناد حداقل به دلیل شخصی بودنش و صمیمانه بودنش برای شناخت آسیب های فرهنگی و اجتماعی. در غیر این صورت هیچ فردی واقعا به عنوان یک فرد خودش نمیتونه، یعنی حداقل موضوع بررسی به این صورت قرار بگیره، مگر اینکه از نظر من مشخصات زندگیش، مشخصات فکریش و ویژگی های اندیشش نشون دهنده ویژگی های زمانش باشه. آل احمد و هدایت هر دو همونطور که میبینیم که همیشه واقعا به ما یک پرسش باقی هستن، برای اینکه دقیقا در مرکز بنیانی ترین پرسش زمانه خودشون قرار دارن. پرسش زمانه هدایت ناسیونالیسمه. ناسیونالیسم حرف هدایت نیست، از زبان همه ناسیونالیسم به صورت به معنایی که اون زمان به ایران آمده، نه به معنای دوست داشتن سرزمین و پرداختن به نیازهای سرزمین، بلکه ناسیونالیسمی که وارداتی از غرب به ایران با تمام بخشهای مثبت و منفیش مشخصه زمان هدایت. هدایت داستانه اولیش کاملا در مرکز این گفتمان قرار داره، ولی هدایت برخلاف اون کاوندگان تاریخ باستانی ما که همینطور خاکهای گذشته رو زیر رو میکنن و بعد با یه کولهواری از افتخارات گذشته میان، که در اون یک مقداری بذر هست که به ما هدیه میکنن، میگن این بذرها رو اگه در خاک باغچه های حقیر خونتون بکارید درخت های تنومندی مثل کوروش و داروش ازش خواهد رویید. هدایت این کار رو نمیکنه. هدایت به آموختن زبانهای باستانی ایران میپردازه، به هند میره و سعی میکنه که گذشته رو بشناسه و روبرو شدنش با واقعیت تلخی که هرگز اون گذشته از درون اون ویرانه ها نمیشه کاخ سربلند به وجود آورد. شما در بوفکور میبینید که تمام صورتهای خیال همونی هست که در داستانهای تاریخی هدایت مثل پروین دختر ساسان میاد، هم گلدان هست، هم رودخانه سورن هست، همه اینا هست، ولی این ایماجا در سفری که از درام تاریخی هدایت، یعنی از پروین دختر ساسان، یعنی زمانی که هدایت معتقده و در افسون اندیشه های ناسیونالیستی زمان فرو رفته، تا زمانی که هدایت بوفکور رو می‌نویسه و چهره این صور خیال شکست های تعمیر نشدنی و ویرانی های آبادانی ناپذیر به وجود آمد و هدایت به جای اینکه سرودخوان یک شکوه قابل برگشت باستانی بشه، مرثیه‌خوان یک مصیبت تاریخی بشه و در مرکز پرسش های زمانش باقی بود. آل احمد دقیقا در همچین موقعیتی و همین جهت هم هست که میارزه که وقت و انرژی و همت بسیاری از محققین رو بهش اختصاص بدن و واقعا این کار باید بشه، باید گوش و کنار این نامه ها کاویده بشه، گوش و کنارش از نظر انطباقش با چیزایی که خودش نوشته اینا سنجیده بشه، برای اینکه آل احمد فرزند درست زمانه خودشه، همچنان که شما اشاره میکنید. آل احمد نشان دهنده مشخصات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روزگارش. و همین جهت شناختش ما رو با بسیاری از آسیب‌هایی که در اون زمانه در فرهنگ ما قابل شناسایی بوده آشنا میکنه و شاید واقعا آشنایی با آدمایی مثل هدایت، مثل آل احمد به ما اون توفیق رو بده که به سیمین دانشور داد، یعنی ما بتونیم در کنار سیمین دانشور از ستایش که مشخصه سالهای اولیه نویسندگی سیمین دانشور هست سفری بکنیم دراز، پر افت و خیز، پر رنج، ولی برسیم به مرحله سنجش، به جای اینکه در افسون اندیشه ها فرو بریم بتونیم بسنجیم، بتونیم سبک سنگین کنیم، بتونیم کاستی ها و کمی هاش رو ببینیم، خوبی هاش رو ببینیم، در پس زمینه تاریخ و فرهنگ و امکانات اجتماعی و سیاسی و بین المللی قرار بدیم و اون وقت
آگاهانه اجرای درستش رو نذاره. امتیاز استفاده کنم که این خیلی مهمه به نظر من، همونطور که خیلی خوب بیان کردید که چرا آل احمد مهمه، به خصوص همین این که از چه ایدئولوژی به ایدئولوژی دیگه میپره و به خصوص که از کمونیست شروع میکنه، بعد اول مذهبیه، بعد کمونیست میشه، بعد دوباره مذهبی میشه. چون تنها نیست، ما این نمونه های این نور روشن فکر رو در کشورهای دیگه خاورمیانه هم میبینیم. یعنی به نظر میاد که این دو تا پروژه هست دیگه، در همونطور شما میتونید سوال این دوره مسئله عدالت اجتماعیه که حالا این پروژه مدرنیت چی آورده برای جامعه، چجوری این مشکلاتش رو، به خصوص اونم مدیریت آمرانه که ایشون میگه که ظاهراً مدرن شدیم، یا اینایی که مثلا ما رو آوردن مدرن کنن. یعنی در جواب اون آل احمد به کمونیسم به عنوان یک مثلا آلترناتیو، یک نوع مدرنیت دیگری پناه میاره. ولی وقتی که اونم شکست میخوره، نامه‌ای هم که شما اشاره کردین، میبینه اون رنج رو که مجارستانی میکشه در زندان یا در روسیه، یک دفعه این ناامیدی از پروژه ورژن به اصطلاح شرقی یا کمونیستی مدرنیت دوباره برش میگردونه به اسلام. و خیلی یه سری از اسلامگرایان امروز قبلا کمونیست بودن در کشورهای دیگر هم. این خودش خیلی پدیده جالبیه که برای خود من سوال ایجاد شد که خب اینا صرفا یه مسئله شخصی نیست، رو ممکنه که شخصیت خود آل احمد در این موضوع نقش بود کن. برای یه نوع یه ابزرویشن بود. خانم سرشار دارم اگه میخواییم میکروفون گفتین آل احمد مرد شجاعی بوده، چیزی که نشته با شما آمد نمیشته. دومیش هم این که یا عاشق هم بوده، آنچه که توی کتاب سنگی و بودی و بعد وصیتی که کرده که این کتاب بعد از مرگ من منتشر بشه و نوشته‌های دیگری که الان شما به زیبایی در واقع هم نشوندید، بیشتر نشونه از این داره که آل احمد بیشتر عاشق خودش بوده تا عاشق سیمین دانشور. یعنی پس از مرگ خودش رو فکر کرده که تصویر خودش بد نشه، حالا خودش نباشه بعدن هر چی میخوام بگم، ولی فکر نکرده که یک زنی همسری از اون باقی میمونه که خب این در تمام این کتاب او رو هم تأخیر کرده سنگی بر بود. و در واقعیت امر شما اشاره کردید، همه هم اینو میدونن که قلم سیمین دانشور بهتر از اون چه نویسنده قوی تری بوده، ولی در تمام سالها هم پشت تصویر آل احمد در مدت که زندگی میکردن خیلی با صبوری این کار کرده. سیمین دانشور از یه طرف دیگه بالاخره در سال 2006 این انتقام 80 ساله یا 50 ساله خودش رو با اینکه اجازه بدی نام ها چاپ بشه از اون میگیره. عشق رو من اینجا نمیدینم، شما برای ما توجه بدین عشق کجا بود که نمیدینم. به نظر من بیشتر در این میاد که مثل اینکه یه زوجی که مد بوده، مثل زوج های فرسی مد و بابار، اینا مخواستن یه زوج ادبی مشغولی باشن در حالی که با هم دیگه اصلا سنخیت یا عاشقی یا که عشقی بینشون اونجوری من ندیدم. نظر شخصی سوالم هم از شما اینه، آیا در نامه‌ای که شما خوندید در این چارچه این برقه های از عشق رو دیدین و اگه دیدین کجا رفتین دو تا این دیگه اصلا دیگه انتقام گرفت؟ این سوال شما سوال خیلی پر دستاندازی ولی که وارد یک مباحثی میشه که اولا وقت شاید یک نکتش رو بشه بهش اشاره کرد و اون این که آیا تعریف ثابت یکسان و قابل اجماعی از عشق مثل همه رابطه های عاطفی دیگه هست یا نیست، یا عشق رو بر اساس اون چیزی میبینیم که اون در مورد این دو آدم دست کم ازش باقی مونده، اثرش از سیمین دانشور باقی مونده. سیمین دانشور شوهر من جلال رو نوشته و غروب جلال رو نوشته و نامه ها. در مورد آل احمد اصولا در زمان حیاتش هم به منسرایی معروفه، برخلاف بسیاری از نویسنده ها که داستاناشون رو یک راوی سوم شخصی هست که روایت میکنه، بیشتر نوشته، یعنی 90 و چند درصد نوشته های آل احمد همش از زاویه اول شخص مفرد
روایت میشه و کاملا آشکاره که آل احمد مشغول قضاوت و داوری. این مشخصه آل احمد. اما در اینکه سیمین دانشور آل احمد رو دوست داشته به شهادت زندگیش و مهمتر از همه اینی که اگه شما جلد چهارم نامه ها رو به دقت یعنی آدم نگاه بکنه در اونجا مسئله رابطه های بیرون از حلقه ازدواج آل احمد با اونجا مطرح میشه و خبرش به طور رسمی به سیمین دانشور میرسه برای اینکه آل احمد در یک سفر هلند که مهمان دولت هلند بوده غیر قابل دسترسی میشه. در نتیجه گزارش میخوان که خبر میدن که اوضاع چی شده و بعد به هر حال معلوم میشه که مسئله بود. این از اونجا قرار بوده که سیمین دانشور به دعوت دولت اسرائیل بره به اسرائیل و آل احمد هم به دعوت دولت اسرائیل در ادامه سفر اروپاییش برن اسرائیل. و این رو همزمان ترتیب داده بودن نماینده اسرائیل در ایران منتهای همکاری رو کرده بوده که اینا همزمان بشن و 17 روز خرج سفر دانشور به عهده دولت اسرائیل بوده. و ولی سیمین دانشور از اینجا میره و نامه نوشته، نامه خیلی واقعا خوندنیه، نامه دراز که من میام برای اینکه با تو در این باره صحبت کنم. حاصل این گفتگوها اگه شما نامه های بعدی و زندگی بعدی اینا رو ببینید، برگذشتن دانشور از خطاهایی که آل احمد کرد و پذیرفتن این که برای آل احمد تا چه اندازه مشکل بوده که بپذیره که آخر سر پذیرفته در سنگ برگوری میبینیم و که من دیگه خودم نقطه ختام این سنتم و سنگی هستم بر گور همه گذشتگان خودم و خوشحالم که دیگه بعد از من کسی به نام من باقی نمیمونه. و اون وقت اون داستان امقزی گلوگتر میده که یک زنی بوده که بچه نداشته میامده خونه اینا قصه میگفته و خطاب میکنه در پایان سنگی برگوری به امقزی گلوگتر که امقزی تو هم مثل من که بچه نداشتی ولی تو هم مثل من این همه داد و بیداد میکردی یا اینکه قصه هات بچه هات بودن و منم مثل این که مثل تو در بدن قصه هام دوام بیشتری خواهم داشت. یعنی آل احمد اگر شجاعتی که مسلماً آل احمد داره، یک در سرزمینی اتوبیوگرافی می نویسه که اتوبیوگرافی نوشتن فقط دادن خطوط اصلی این که من کجا درس خوندم و کجا زندگی کردمه و نه شرح کلنجار رفتنهای ما با مسائلمون که از این میون فقط ما بعد از آل احمد می تونیم به شاهرخ مسکوب اشاره بکنیم که توان اینو داشته که رویدادهای سیاسی رو در خلوت دل خودش زندگی کنه و به عنوان یک رویداد درونی در بیاره. آل احمد بیگمان آدم شجاعی، آدمی هست که در سرآغاز خط نوشتن اتوبیوگرافی به معنای مدرنش در ایران قرار میگیره و درو دقیقا در همون جا هست که در برابر مدرنیته زانو میزنه، چون از خود گفتن مشخصه مدرنیته است. انسان سنتی سرگذشتی داره که تکرار سرگذشت دیگرانه. انسان خوب سنتی باید قدم جای پدرش بذاره و مثل مادرش زندگی کنه. انسان مدرنی که پیوندش رو با آسمان از دست میده، از زمین بریده است و باید به خودش به جای آسمان جواب بده. در تمام نوشته های آل احمد شما دست آل احمد رو به طرف خدا نمیبینید که دراز شده و اون چهرهی که حتی سیمین دانشور از فروغ فرخزاد در نوشته هاش میاره در یک جا، شما در درون فروغ فرخزاد یک شخصیت عمیقا مذهبی میبینید. فروغ فرخزاد با گناه به معنای مذهبیش سر و کار داره و دست و مثل درست مثل تمام عارفهای برجسته ایران با ابلیس هم سخنه و از ابلیس میخواد که روایت دیگه‌ای از لطف خداوند رو در مقابلش قرار بده. اون خداوندی که با عاشقان گناهکار خیلی مهربان‌تره تا زاهدان ریاکار. همه اون چیزی که ادبیات عرفانی ما برش مرتبه. آل احمد اصلا با آسمان سرکار نداره. آل احمد کاملا مدرنه، باید به خودش جواب بده.
و درست مثل ژان ژاک روسو در همین کتاب یک چاه و دو چاله، میدونید که ژان ژاک روسو در کتاب اعترافات خودش به ژان ژاک و روسو تقسیم میکنه. ژان ژاک رو میذاره باید به روسو، روسو باید به ژان ژاک جواب بده. و همین جد هم از که اعترافات آدم هایی مثل سنت اوگوستین، مثل روسو، اینا اینقدر مهمه. آل احمد یک همچی توانایی داره و به دلیل این تواناییاش واقعا اصلا نقطه های عطف در تاریخ خودزندگی نام نویسی در ایران و مسلمن سیمین دانشور رو دوست داشته. ولی اتفاقا یه وقتی در بحثایی که در خدمت آقای دکتر هولاکویی ما داشتیم، عشق خیلی باید طول بکشه که عشق دو تا آدم زمینی آگاه به کمبودهای خودشون باشه. در عشق نوعی کوری، نوعی چشم بستن به روی خطاها و اشتباهات دیگران هست که نهایتا معشوق رو به فضاهای بالاتر میبره، به آسمان میبره و اصلا از دسترس نگاه سنجشگر عاشق دور میکنه. حتما اینا هم دیگر رو دوست داشتن، به خصوص سیمین دانشور حتما آل احمد رو بیشتر دوست داشته. منتها سیمین دانشور واقعا این دستنویس و سیمین دانشور سنگی بر گوری رو خونده و در یک کدوم از نامه های جلد چهارم به این نکته اشاره میکنه و آل احمد میگه تو برای چی نوشتی که من رفتم مثلا من بردن دکتر؟ تمام صحنه ای که باید این آل احمد که سیمین دانشور بایستی آزمایش بشه به صورتی که از دیدگاه آل احمد نوشته میشه و بهش اعتراض میکنه. اما فهم دانشور از عمق نیازی که به قول آقای حمید مصدق میان آل احمد و فرزند هست، یعنی باید واقعا این رو فهمید و سیمین دانشور این رو فهمیده و میگه، خودش میگه که همه دیگران به من میگن که تو اجاقت کوره، ولی اجاق هیچ کس به روشنی اجاق من نیست. ایناست که این آدم ها رو از اندازه معمولی واقعا خارج میکنه، تبدیل میشن به آدمای برتر و بزرگتر از بسیاری از مشکلاتی که آدمای دیگه باهاش سر و کار دارن و وجودشون و زندگیشون واقعا یک چراغی در سر راه آدم قرار میگیره. زمانی که آل احمد درش یعنی زندگی میکنه، غیر از ایران کشورهای جهان اولا یک با جاذبه کمونیسم آشنا هستن، کمتر انسان فرهیخته اروپایی هست که نامی ازش باقی مونده باشه و در اون دوران اگر به حزب کمونیست نپیوسته باشه اقلن گرایش به اون حزب نداشته باشه. بنابراین آل احمد در درون این فضا به وجود میاد، ولی مسلمان از یک خواستگاه کاملا مذهبی بوده و مذهبی به هر حالت باز مذهبی به صورتهای مختلف هست، ولی مذهبی که پدر آل احمد، یعنی مذهبی که پدر آل احمد رعایتون رو با آل احمد توصیه میکرده، درست در درون اون سنت قرار گرفتنه. برادر آل احمد مؤمن بوده و در سفری که در عتبات کرده برای خاطر یک مأموریت مذهبی اصلا از پا در میاد میمیره و آل احمد خیلی با اندوه از مرگ برادرش یاد میکنه. این آل احمد از درون این خونه فرار میکنه، یعنی آل احمد واقعا از خانه پدری فرار میکنه، به یک چیزی میپیونده، کمونیسم، که دست کم در بریده شدن از مفهوم خدا درست روبروی مذهب نیست. بنابراین دوره از مثلا 16-17 سالگی آل احمد تا حدود 37-8 سالگی دوره ای هست که کلن با ارزش‌های سنن خانواده پدری در حال تضاد و از اون گریخته. اما در این گسستن‌ها و پیوستن‌هایی که به ایدئولوژی‌های مختلف و حزب‌های مختلف داره و کمتر کسی توی این دستندرکاران سیاست هست که اینطور مثل آل احمد مدام این تاب خوردنهای واقعا سرگیجه‌آور رو داشته باشه، از اینجور همه اینا رو امتحان میکنه، به اسرائیل میره، به امریکا میره، به فرانسه میره، به روسیه میره و اصلا که کتاب داشته مینوشته همون وقتی که در اسالم از بین میره،
گفته که میخوام اسمش بذارم چهار کعبه. چهار کعبه به معنی چهار کعبه که چهار رسولی داره که رسولان سرشکسته ای هستن که هیچ کدومشون نتونستن اون جهانی رو که دست کم آل احمد بهش معتقد هست این رو بر روی زمین مستقر بکنن. همین رو که در نظر میگیری و اتفاقات سیاسی که در ایران افتاده و همه اون مبارزات زیرزمینی که در اون ایام هست، همه اینا آل احمد به تناسب اون تربیت اولیه‌ای که داره به تدریج به این نتیجه میرسه که بایستی بره و دو مرتبه مذهب رو به اون صورتی که باز هیچ ربطی به مذهب نداره بلکه ربطی داره به اون اندیشه‌ای که آل احمد از مذهب داره و به اون صورتی از مذهب که آل احمد میخواد مستقرش بکنه که باز اصلا ربطی به مذهب نداره، میره دنبال اون و اون وقت میاد قرضدگی رو می‌نویسه که تازه در زمان انتشارش بسیاری از آدم‌ها مثل فریدون آدمیت، مثل داریوش آشوری، اینا نقدهای بسیار تندی برش نوشتن و غلط‌هایی رو که از نظر تاریخی داره، از نظر انطباق رویدادها با نتیجه گیری‌های آل احمد داره، همه رو یادآوری می‌کنن. و برای اینکه یک کمی حالا موضوع آروم‌تر بشه، شاهرخ مسکوب در یک نوشته‌ای اشاره می‌کنه که در یک مجلسی میره و وقتی وارد میشه آل احمد اونجا نشسته بوده و ازش میپرسه گویا من آل احمد رو هیچ وقت ندیده بودم ولی گویا تکه کلامی داشته به اسم رئیس. اون موقع قرضدگی منتشر شده و ازش میپرسه رئیس نظر چی؟ مسخوب مینویسه تو اون مقاله که من در یه جای مهمون بودم، سرم یه کمی گرم بود، اگه گرم نبود جرأت نمیکردم که بودم، ولی برگشتم گفتم که قرض زده است. خب این برای آل احمد شنیدنش خیلی سخته که کتاب قرض‌زدگی بنویسی و یک سری برگردی به تو بگه قرض‌زده است. بهش میگه که منظور چی؟ میگه که آخه شما نوشتین که جنگ‌های مذهبی رو، جنگ‌های صلیبی رو انگلیس‌ها رو انداختن در قرون وسطا برای اینکه بتونن مقدمه ایجاد کمپانی هند شرقی رو در هندوستان فراهم کنن. اگر یک مملکتی از نظر برنامه ریزی سیاسی و عملیاتی اینقدر پیشرفته و دقیق باشه که با فاصله این همه قرن بتونی جنگ های صلیبی رو را بندازه که بتونه بعدن کمپانی به هند شرقی رو ایجاد کنه، خب این مملکت خیلی بزرگی، شما هم در افسون شروع رفتید، شما قرب زده. منظورم این که قرب زدگی فقط نیروی کلام داره و آل احمد هم خودش می‌نویسه، میگه که من نمیتونم توجیهی، نه از نظر سیاست، نه از نظر علم اقتصاد، نه از نظر علم اجتماع، من نمیتونم برای اون چیزی که داره اتفاق میفته بیان کنم. اما مثل اون سگ هرزه چوپان که تو خیابون بیابون‌ها هست، من وقوع زلزله رو حس میکنم و در اینکه وقوع زلزله رو حس کرده حق داره. آل احمد جزو نخستین کسانی است که زلزله‌ای که تمام سرزمین تمام دنیا رو واقعا، یعنی اون موقعی که غرب با سلاح تکنولوژی و دانش به سرزمینایی که سنتی بودند آمد، در واقع در حکم یک زلزله بود و آل احمد جزو اولین کسایی که فرا رسیدن این زلزله رو حس کرد. سوال من اینه که با توجه به اینکه فهمید چند مرحله بیشتر تفکرات آل احمد، کمونیست، مذهبی و در این آیه در این تواصل که نامه هایی رد و بدن با توجه به این که فرمود این ها عاشق یکدیگر بودن، دوست داشتن، اما آیه در اون نامه ها که ما تغییری دیدیم نوع انشای با توجه به آل احمد سیمین من علت این که تاریخ نوشته شدن این نامه ها رو ذکر کردم شاید برای توضیح این بود که مثلا موقعی که آل احمد به حزب توده میپیونده اصلا از سیمین دانشور خبری نیست و نامه ها در فاصله 10 ماه نوشته شده. در این مدت آل احمد از حزب توده بریده، از حزب زحمتکشان دکتر بقایی هم بریده و داره در کار راه انداختن حزب نیروی سومه. بنابراین شما اثری از دورانی که آل احمد
عضو حزب توده بوده در نامه ها نمیده، در نوشته های دیگرش هست البته که باید بهش پرداخت، ولی در نامه ها نیست. نامه های دومم در فاصله 4 ساله که اینا در این فاصله 4 سال سفرهای کوتاه مدت کردن و به همدیگه نوشتن که مهمترینش واقعا همین مسئله عاطفی برخورد آل احمد با مسئله بیفرزندی. همین نوشتن اتوبیوگرافی که باز از مشخصه های انسان مدرن نمونه کاملش. منتها آل احمد همونطور که شما اشاره میکنید مثل بسیاری از روشنفکران ما در اون زمانه، اولا دانش کافی زبان خارجی رو خیلی کم میدونستن. ترجمه هایی که از آل احمد در دسته نمونه های خوبی از ترجمه نیست. در نتیجه امکان دسترسی به این کتاب‌ها و نوشته‌های انتقادی که حالا به نظریات مختلف در اون زمانی بوده برای آل احمد وجود نداشته. و همچنین به بسیاری از مریدانش، چون آل احمد می‌دونید که با خیلی مریدان حرکت می‌کرد، همش سفارش می‌کنه ترجمه کنید. و در این حال بسیاری از اون کسایی هم که ترجمه کردن همچنان که خاطراتشون نشون میده که نمونه‌اش باز به عنوان آدمی که قدرت روبرو شدن با اینا داشته، مسکوب تمام پرسشش از خودش اینه که چرا به طور خام و نسنجیده با پرسش‌هایی که نیندیشیده راه افتاده، با این کوله بار راه رفته و خواسته آدما رو به اون راه بکشونه و یه آدمی مثل دکتر محجوب تبدیل میشه واقعا این کارهایی که کرده برای اینکه آدما رو به حزب توده بکشونه. من جمله مرتضی کیوان، دکتر محجوب در مصاحبه‌ای که با بنیاد مطالعات ایران داره میگه که این کابوس شبانشه که تقریبا هفته یک شب اقلا مرتضی کیوان رو به خواب میبینه که خیلی نالانه و خیلی بیماره و میگه من فقط نمیدونم چی کار باید بکنم برای اینکه دکتر محجوب مرتضی کیوان رو به حزب توده کشونده. ولی آیا دکتر محجوب خیال فریب دادن دکتر مرتضی کیوان رو بشه؟ آیا خیال این داشته که این آدم رو به راهی بکشونه که نتیجهش این شد؟ یا اینکه بسیاری از کسایی که در سرزمین ما دست کم نه به حزب توده بلکه به حزب‌های دیگه پیوستن آگاهی نداشتن از اینکه ریشه های مبانی اصلا به اندیشه سیاسی فکر نمی کردن بلکه در جاذبه اندیشه ها فرو می رفتن؟ و به همین جهت هم این میشه این امتیاز رو به آدم مثل خانم دانشور داد که از ستایش به سنجش میرسه و در سالهای آخر عمرش دیگه اون حالت ستایش رو نداره و به ما میآموزه که نگاه کنی، سر و سنگی کنی، اگر نیندیشیده برید این اتفاقات میفته. این خیلی مسائلی هست نیست که واقعا جوابه. به همین جد آل احمد امتیاز میاره. ما از زندگی هیچ کدوم از این چیزهای سیاسی جز مسکوب آل احمد نمیتونیم بیاموزیم. شما خاطرات سران حزب توده رو که میخونی فقط دیگران رو متهم میکنن. حتی مثلا یک روحانی خیلی روشنفکری مثل شیخ ابراهیم زنجانی شهر زندگانی من رو نوشته. در شهر زندگانیش از عاشق شدنش نوشته، در سالی که درجه اجتهاد از نجف داره. ولی وقتی که از زمانی که به عنوان نماینده مجلس از زنجان میاد به تهران، 4 دوره نماینده مجلس از زنجان و تبریز و از همه مهمتر مدعی العموم دادگاهی است که حکم اعدام شیخ فضل‌الله نوری رو صادر میکنه. اعدام یک روحانی در فرهنگ ما حادثه عظیمی، نظیر زیاد نداره، نظیر خیلی جاد بی نظیر است. شیخ ابراهیم متن رأی دادگاه رو نوشته به خط اونه، در دادگاه قرائت کرده، ولی وقتی شرح زندگانیش رو برای شما می نویسه نه اشاره به عضویتش در فرقه دموکرات مجلس می کنه، نه به رأی مخالفی که داده و نه به شرکتش در نه به نقشی که در اعدام شیخ فضل‌الله نوری داشته. از این ما از غیاب این توضیحات در نوشته های آقای شیخ ابراهیم زنجانی میفهمیم که این داره چه چیز رو از ما پنهان میکنه. ولی آدمی که مثل آل احمد و مسکوب میان زندگیشون میکنن برای ما یک آینه،
اسکوپ به شما میگه من 10 سال تمام از این ده به اون ده رفتم با کوله باری از این جزوه های حزبی و در یک جا دلار یک شب تابستون که یه دفعه هوای کویری خنک میشه پشت بام و آب و جارو کردم و من داشتم ایلیاد هومر رو میخوندم و اون وقت به خودم به ریش خودم خندم گرفت که تو این جا نشستی داری این حماسی با شکوه میخونی و این جزوه های حزبی رو گذاشتی تو این کوله پشتت آمدی با 4 تا شاخ شکسته تر از خودت میخوای کله بسر کله بزنی. ایناست که به ما واقعا یعنی ستایش و احترام میاره. مسکوف هر روزی که از مرگش گذشته بزرگتر و عظیمتر شده، در حالی که اقلا 20 و چند سال آخر زندگیش رو در پاریس واقعا در نهایت سختی گذرونده. همچنان که آل احمد، شما در نامه های آل احمد و دانشور مسئله همش اینه که 20 تومن به این دادم، اونو 1 تومن اونجا دادم، با اون 15,000 و اون 1 تومن اینا میشه 25,000 مثلا فلان اینا، این ماه من 30 تومن صرفه شد. حتما بخونید نامه ها. در مورد نکته اصلی که نکته اولی که شما اشاره کردید، من خواهش میکنم که خانم دکتر زندیان اینجا تشریف دارن، در یک مصاحبه با من در مجله رهاور چاپ شده، من نظرم کاملا عین نظر شماست. یعنی اون کسی که درباره زندگیش مینویسه در بربر یه نوشته هایی که مینویسه حضور داره. به همین جهت این معناش پذیرفتن حرف آل احمد نیست، بلکه اشاره روشنی هست که به کاراش میکنه و بعد مقایسهش با نوشته های دیگه. و من در اول گفتگو حدود بررسی رو مشخص کردم، گفتم در این بررسی ما با نوشته ها و مقاله هایی که درباره آل احمد و دانشور هست که حتی میشه از یک نظری سیر نقد ادبی در ایران رو به خصوص در مورد آل احمد از نظر تغییراتی که در مورد نوشته ها هست میشه دوره بندی کرد، من اشاره نکردم. این برای اینکه چارچوب بررسی مشخص باشه. در سالیان اخیر شما به 2 صورت در مورد نامه ها من چیزی ندیدم، ممکنه باشه ولی من ندیدم. همینطور که اشاره کردم آقای روشنگر تنها کسی هستن که من دیدم که به این مطلب و به اهمیت این نامه ها اشاره کردن. البته میتونه باشه و از چشم من پنهان مونده باشه، من این احتمال کاملا هست. اما در مورد آل احمد به خصوص آل احمد نوشته های اخیر کاملا یک لحن متفاوتی داره با گذشته و بیشتر جنبه نقد و واقعا تحلیل انتقادی داره. کسای متعددی نوشتن، اخیرا من دیدم آقای دکتر طباطبایی راجع به این مطلب نوشته، چون بحثی رو مطرح میکنه آل احمد. اونا به نامه ها و اینا زیاد کار ندارن، بلکه به مبانی غرب زدگی و حرفایی که آل احمد برای بحران، برای مسائل اجتماعی و سیاسی راه حل که پیشنهاد میکنه، اینا به صورت‌های مختلف بررسی شده و زیاد جنبه ستایش نداره، تغییر کرده. من برای اینکه رشته کلام رو بتونم به یاد بیارم اول قسمت آخر رو بگم خدمتتون که
همینطور که میبینید هیچ کسی دیگه‌ای در مورد هدایت برای مرگ هدایت به این مسئله اشاره نکرده و آل احمد همینطور که عرض کردم این قضاوت‌های سریع از مشخصات نوشتش پیش خودش اینطوری فکر کرده و یه به یک صورتی نشون میده که قبر چقدر در ذهن آل احمد مهمه. یعنی اگر که قبر یک نویسنده‌ای رو بپذیره حتما اون نویسنده حداقل دیرتر خودکشی میکنه یا یک کمی صبر میکنه ببینه قبر مثلا چه کاری باید انجام بده. از نظر این که مسلما این از نظر روانشناسی اون چیزی که شما در جهان خارج سعی میکنید در جهان خارج ایجاد کنید دقیقا اون مسئله هست که در ذهن خودتون میگذره. بنابراین آل احمد از نظر قبر نشون دهنده قبر زدید آل احمد. این جمله که در دومین سوال این جمله که میگید دقیقا به این صورت است. 150 تومن در کارگزینی کل مایه گذاشته بودن. مایه گذاشتن قاعدتا رشوه دادن دیگه راه دیگه ای نداره. شما مدرنیته ای رو که در غرب اتفاق میفته که دلایل به وجود آمدنش در کتاب های متعددی گفته شده و تازه با تمام این که از درون خود جامعه به وجود آمده اونقدر راجع به ناهمزمان بودنش در بخش‌های مختلف و اونقدر راجع به ناهمگون بودن این تحولات در بخش‌های مختلف جامعه گفته شده که حتی در جامعه‌های غربی که خاستگاه مدرنیته هستند نمیشه به یک مدرنیته ثابت که در جوامع غربی مورد قبول باشه اشاره. در مورد سرزمینی مثل سرزمین ما که مدرنیته به معنای وارد شدن نظام ارزشی کشور دیگه به سرزمین دیگه هست که شما اصلا نمیتونید که مطلب موضوعی رو بگید که یعنی اصلا بتونید خطوط اصلیش رو معین بکنید. تمام این گرفتاری هایی که شما میبینید داریم همه اینا به همین نکته اشاره میکنه که شما خودتون سوالتون رو بر اساس اون طرح میکنید. ناهمزمانی غیر متناسب رویدادهای همزمان مشخصه فرهنگ‌هایی هست که با پدیده‌های غیر درونی روبرو میشن و میخوان متحول بشن. از هزار جهات اینا درشون هست. این که من گفت شما میگید من گفتم آل احمد مدرنه، باز اگر برخواسته از این تعریف جامعه واحد نباشه من گمان میکنم که من مدرن بودن آل احمد رو به دلیل درگیر بودنش با این تضادهایی میگم که موضوع یکی از پرسش‌های شماست. آل احمد با پرسش‌های متضادی روبرو هست که از درون مدرنیته، از درون برخورد ما با مدرنیته به وجود میاد. حتما راه حل نمیتونه بده ولی اون رو تا واقعا بن استخوان یعنی حس میکنه و روی کاغذ میاره. اولا من خیلی متشکرم که شما لطف کردین و با دقت به عرایض بنده گوش دادید و سوالایی هم که میشنوم واقعا خیلی روشن کننده است و خطوط کارهای بعدی رو واقعا روشن‌تر میکنه. همینطور که شما اشاره میکنید در خدمت و خیانت روشنفکران حاصل اون دوره از زندگی آل احمدی که دوباره گرایش به مذهب رو به عنوان یک راه حل درمان مسائل اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته و طبیعتاً چون منادیان مدرنیته در قبل از این دوران مثلا آدم های سقی‌زاده و کسروی و آدم های اینطوری هستن که اگرچه اکثرا از درون جامعه روحانیت بیرون آمدن ولی یک نوع گسستی با اون سنتی که درش بزرگ شدن در سیر زندگیشون قابل دیدن بوده و در نتیجه بعدا مثلا آدمی مثل آل احمد آدمی مثل تقی‌زاده معتقده که ما باید از سر تا پا غربی بشیم و در این غربی شدنم من که خودش خیلی آدم دانشمندی بوده حتما یعنی به این مسئله آموختن دانش و اندیشه از غرب حتما توجه داشت. ولی در اونا هیچ کدومشون برگشت به سنت‌های مذهبی رو یا روی آوردن به یک نوع خاصی از مذهب رو توصیه نمی کنن.
آل احمد این کار رو میکنه و در خدمت پیامبر روشن فکران این نوع یعنی قفلت و چشم بوشی از نقشی که روحانیون داشتن که البته حتما در انقلاب مشروطیت و بسیاری از نهضت‌های دیگه کاملا میبینیم که روحانیونی هستن که منادی بخش اون خطوط خیلی تجددخواه و واقعا اصلاح طلب جامعه هست، یعنی در جریان‌های فکری هستن. در مورد سوالی هم که جناب عالی کردید، من واقعا نمیدونم که منظور این هست که آیا آدم‌های همه آدم‌های هم روزگار آل احمد مثل آل احمد بودن یا نبودن و اینکه زندگی تضادهای شخصی آل احمد چقدر در دیدن این تضادها در صحنه اجتماع و اینا مؤثر بوده یا نه، واقعا من نمیدونم. ولی مسئله‌ای که هست اینی که آدمی مثل آل احمد این قدرت جذب این نیروهای در هم جوش با یعنی در هم ستیز واقعا به هم آمیز رو داره و از آمیزش اینا میتونه یک فرضیه هایی بده که در بسیاری از موارد نشون میده که این تنگناها کجاست و این درگیری ها کجاست و این تضادها تا چه اندازه ریشه داره. و من فکر میکنم که شاید بر نباشه صحبت رو با از یک نقل قولی از خانم شهرنوش پارسیپور بکنیم که خیلی نویسنده بزرگی و من خیلی واقعا به نوشته هاش علاقه دارم. میگه که هر مرد روشنفکر ایرانی رو اگر یقه پیرنش رو واکنی یک دونه آخوند از تو شکمش میاد بیرون.